درود بر شما حاج آقا، خوش اومدید به سلام برنامه. علیکم. 19 رمضان 1443 قمری هستش. دعوت خوردن امام اول شیعیان رو به همه عزیزان در سراسر جهان تسلیت عرض می‌کنم. درود شما بر هستم. شما. حالا ضربت رو که میگن یک ایرانی زد بهش، بهمن جازویه زد و به قول ایشون رو به دو نصف مساوی تقسیم کرد و انتقام اون شکنجه های ایرانیان رو گرفت. نظری دارید در این رابطه؟ ما حضرت علی امام اول شیعیان رو به عنوان قوی ترین امام در تاریخ اسلام میشناسیم. در 1400 سال پیش بسیار هم مقاومت کرد با اون همه سنی که در حلق سرش خورده بود، مظلومانه شهید در راه خدا شد و در بهشت در این جایگاهش هستش جناب میقادری. بله بله، خب اشکالی نداره. بریم سراغ موضوع برنامه‌مون. حاج آقا، ما مدتی است که خب یک سالی هم با شما ارتباط نداشتیم و اینها، و تو این یک سال به قولی این داستان ها شد و تو این یک ماه اخیر از فروردین ما شاهد به رحمت الهی رفتن شما آخوندها هستیم. اینها داستان چی است؟ چرا شما دارید میمیرید؟ آخه شما 100 سال اینها تازه مثلا عمر میکنید، اول جوونیتون هست و تازه میرید مثلا دختر 13 ساله سیغه میکنید و از این جور کارا، چی هست؟ چگونه است شما الان دارید این جور جوون مرگ میشید؟ ما روحانیون در وقت عظیمی که داشتیم، باید بهتون بگیم که در 1400 سال یک بار توی عمرمون گول خوردیم و البته گولی هم که خوردیم واقعا خدا لعنت کند بود. این در حقیقت تدروس آدهانومو که اومد چند باری هم اومد حوزه علمیه، گفتش که بالاخره واکسن هستش و باید واکسن داده بشه و بالاخره حیاهو بود، هی فیلم نشون میدادن در صدا سیما، قش میکردن، کف میکردن. ما هم خب بالاخره جونمان عزیز است، باید انسانها رو آگاه بکنیم و راه انبیا رو ادامه بدیم. در هر صورت با ما صحبت های مختلفی شد سازمان بهداشت جهانی، آقای تدروس و بالاخره برادر اخوی فاوچی معرفی شدن. فاوچی به ما معرفی شدن که برادر فاوچی میتونن شما رو نجات بدن. ما هم در اون زمان، من خودم هم آلرژی داشتم، اسپرای های فایبر رو استفاده می کردم، مهر برادر اخوی فاوچی رو استفاده می کردم. اتفاقی برای من نیفتاده بود و بهبود من در این اسپری آلرژی هم احساس می کردم. به خاطر همین اعتماد هم به بیت رهبری گفتم که می توانیم که به اخوی فاوچی ما اعتماد بکنیم. و با برادر تدروس هم صحبت داشتیم بارها و بارها، ایشون هم گفتن نه خیر، خیلی ها دارن میزنن، در خود آمریکا هم اتفاقی نیفته و اتفاقی هم نیفتاده بود تا اینکه امامان جمعه شهرستان های مختلف رو ما با پروازهای درجه یک فرستادیم به آمریکا و کشورهای دیگر که فایزر رو دوز اول و حداقل بتونن بزنن با مخالفت. چرا اینقدر فایزر دوست دارید شما؟ چرا مثلا از این واکسن برکت نزدید شما؟ اتفاقا برکت هم زدن. برکت رو در حقیقت اون امامان موقت، امام جمعه های موقت زدن. امام جمعه های موقت رو ما برکت زدیم و مجلس خبرگان هم مدرنا بعضی ها زدن و متاسفانه براشون بعضی هاشون اتفاقی افتاد و متاسفانه در این سال نو که البته ما روحانیون این سال رو قبول نداریم، ما با برنامه تاریخ قمری در حقیقت زندگی میکنیم، ولی به هر روی اولین ملگومی هم که بودش حاج آقا محمد ریشهری بود که متاسفانه از میان ما رفتن. مرد شریفی بود، مرد سلحشوری بود که خیلی شریف بود، فقط خوب اعدام میکردیشون، اینقدر سلحشور بود. آقای ری شهری با محمد رضا گلزار توی یه دونه پرواز بودن، یعنی تو همون بگیرو ببندی که بودش در حقیقت نمیذاشتن روحانیا بیان توی آمریکا این حرفا. ما یه فکسی فرستادیم از بیت رهبری، گفتیم که یه بازیگری ما یه روحانی رو داریم میفرستیم به دیار کفر
و اونجا پایزر رو بزنن. با محمد رضا گلزار حرکت کردن، رفتن دوز اول رو زدن، به امید خدا اتفاق خاصی هم نیفتاد. یه مقدار فقط رعشه گرفته بودن همون چند روز اول رو آب دادیم و بهت رهبری یک نسخه جدیدی رو نوشتن که سنگ نشیمنگاه حضرت آیت الله خامنه ای رو ما تصدیق کردیم و اون سنگی که فکر کنم دوستان عزیز خیلی ها بدونن در اون نشیمنگاه اون سنگ رو ما کندیم و این سنگ در تصدیق شدش. خاصیت هم فکر کنم داشته باشه، مثل اون سنگایی که معرفی کردیم برای آخوندها خاصیت ها داره، این سنگ نشیمنگاه حاج خامنه ای. بله بله، این سنگ حتی به صورت اسپری و روغن هم ما استفاده میکنیم. سنگ نشیمنگاه اگه شما برید در اون جایی که حضرت امام خامنه‌ای هست قبلا نشسته بود، اگر شما اونجا رو برید اون سنگ دیگه وجود نداره، چون همش برای امامان جمعه و امامان موقت ما اینا رو تصدیق کردیم و دادیم. و بعد از آقای ریشعری امام جمعه شیخ عبدالله مهرابی امام جمعه درگز بود که متاسفانه دار فانی رو به داد، گفتن که ایشون هم فایزر زده بودن و خیلی هم حالشون بد شده بود. در روزهای آخر دیگه اصلا حتی خانمشون هم نمیشناختن. و اتفاقا یک نکته ای که در این معبود میخواستن دختر خانمشون که دیگه 9 سالش رو تموم کرده بود میخواستن بدن به یکی از امامان جمعه آقای سید ابراهیم فاقعی، میخواستن امام جمعه سیرجان بدن که متاسفانه امام جمعه سیرجان هم متاسفانه دار فانی رو وداع گفتن و آسمانی شدن و رفتن که در آن دنیا راه انبیا رو ادامه بدن. و فکر نکنید که این داستان تموم شده، ما روحانیون در اون دنیا هم راه رو ادامه میدیم. و میرسیم به آقای حجت الاسلام سلمان زواری که ایشون امام دومه موقت بود. همونطور که گفتم امام دومه های موقت رو ما همشون رو برکت زدیم، یه مقدار گفتیم اینا موقتن حالا یا قرض کردیم و ایشون برکت زد و دوز سوم اصلا اجازه اختراعش رو ندادن و همونجا متاسفانه قلبی عروقی گرفت و ایشون دار فانی رو وداع گفت. و ما بسیار جشن و مراسم بسیار باشکوه، یعنی بسیار، یعنی یک مراسمی بهتون بگم که بسیار باشکوه در خود روحانیان گذاشتیم که همه حضور داشتن، همه هم شادی می‌کردن برای رها شدنش و هم غم و اندوه داشتن برای اینکه این روحانی عالی قدر رو در میانه دیگه بینمون نبودن. و میرسیم به حاج آقا نیریزی رو که براتون گفتم و آقای احمد صالحی، حجت الله احمد صالحی امام جمعه ازنا که ایشون هم خیلی زحمت کشیدن برای بیت رهبری. ایشون هم فایزر زدن، همونطوری که گفتم فایزر زدن و ایشون سه دوز رو زدن. ایشون یه مقدار ترس داشتن از کرونا و این جبری که ساخته بودن و این مسئله باعث شد جونشون رو از دست بدن متاسفانه. و این مسئله‌ای که هستش اینه که ما کل تدروس رو خوردیم تو این مسئله و اینکه ما خوب بالاخره روحانیون اکثرا 90-96 حتی بعضی از روحانیون چرا گول خورد؟ آخه هیچ کی آخوند رو نمیتونه گول بزنه، تنها کسی هم که عمامه است برآورد که خود من بودم که تونستم شماها رو عمامتون رو در بیارم یه عمامه یه آخوند رو. ولی چرا شماها آخه همه رو گول میزنید؟ چرا گول خوردید؟ ما با برادر عزیز در کاخ سفید جناب اخوی جو بایدن صحبت داشتیم، بارها گفتیم اینا خودمون تست کردیم، من خودم زدم و مشکلی هم پیش نیومده، منم سنم رفته بالا، حتی توی پوشک هستم ولی باز هم این واکسن رو زدم و اتفاقی نیفتاده. حتی فیلماشو برای ما توی واتساپ ارسال کرد، ما دیدیم حقیقت داره و تمامی روحانیون تلاش کردن که اون جو وحشتناکی که صدا و سیما گذاشته بود هر روز صبح تا شب واکسن بزنید وگرنه میمیرید. من خودم خطبه میگفتم توی جمعتران و متاسفانه من هم مجبور شدم که فایزر بزنم. شاید باورتون نشه از سال نوی که به این بر بوده
کوسری به قدری حلوا پخته، یعنی هر روز ما داریم اونجا حلوا می‌پزیم، به قدری ما حلوا پختیم برای روحانیون تو این مدت. امروز هی زنگ میزنن از بیت رهبری، امروز یکی فوت کرده، فردا یکی فوت کرده، هی از بیت رهبری با ما تماس میگیرن، یکی از آیت الله ها فوت شده، یکی از دوستان فوت شده، یکی از نزدیکان شما فوت شده. دیگه زعفرون گیر نمیومد. ما اونایی که فرستاده بودیم اوکراین هم زنگ زدیم به زلنسکی گفتیم که اخبی اون زعفرونا رو برگردون، یه چند تونی ما فرستاده بودیم اونجا، دیدیم اونا استفاده، الان جنگ و اینا استفاده می‌کنن، برگردونیم ما حداقل اینجا حلوامون رو بتونیم بپزیم. در این زمان هم که آیت الله دکتر فیضی هم متاسفانه فوت شدن، ایشون مدرنا زده بودن. دکتر فیضی در آذربایجان شرقی بودن، یکی از دوستان صمیمی و نزدیک خود من بودن که متاسفانه دار فانی رو به دار گفتن، دیگه بین ما نیستن. میدونم ملت عزیز ایران خیلی ناراحت هستن، این روحانیان عزیز رو ما از دست دادیم، دیگه بین ما نیستن. واقعا من میدونم شما رو درک میکنم که شما چقدر دارین ناراحتی میکنید. خیلی ناراحتن هاج آقا، تو این اینستاگرام و اینا که همه دارن میزنند و میرقصند و خوشحالند و هر کدوم از شماها که میرید اصلا مردم شادی ها میکنن، اشک شوق میریزن. چگونه میگید که مردم ناراحتن؟ مردمی که من ازشون صحبت میکنم شیعان عزیز هستن که در راه امام عزیزمون دارن خط امام رو ادامه میدن. اون خط امام، خط امامی که سال 57 ما در ایران روحانیون رو در حقیقت اومدیم و انقلاب کردیم و شاه رو سرنگون کردیم، فراریش دادیم، جوری فراریش دادیم که هیچ کشوری حاضر نشدش قبولش کنه و ما روحانیون بودیم که باعث شدیم که مردم به این آسایش برسن. شما آسایشی که در ایران ببینید در هیچ کشور دیگه‌ای نیست. شما نگاه کنید مردم در آزادی دارن زندگی میکنن، بسیار خوشحال هستن، در خیابون‌ها رو شما نگاه کنید صدای اذان میاد. کسی هم حالا این وسط یه چیزی گفتش، ما بالاخره اونجا عزیزانی هستن مثل آقای ریشعری، خب بالاخره الان ماه رمضان شما تو ایران اینقدر آزادی داری، مردم میتونن تو یه ذره آب بخورن تو خیابون؟ آزادی مگه؟ خب پس چه آزادی هست؟ این ببینید، شما باید اون قانون جمهوری اسلامی رو همیشه باید مد نظر بگیرید. قانونی که حضرت امام خمینی گذاشتن و گفتن که میخواین روزه‌خواری بکنید در خونتون، شاید عزیزی باشه، بیمار باشه، در خونه مشکلی نداره، در خونه چارچوب خونه هر کاری که دوست دارید بکنید. ما هم در خونه همون سیغه میکنیم، هر کاری که دوست دارید میکنیم و مشکلی هم نیستش. نباید از چیزهایی که درون خانه هستش نباید در بیرون بیاید که بعضی از برادران روزه میگیرن با خوردن آب، شما آب میخورید، نوشیدنی میخورید، خب تحریک میشوند و اونجا هستش که شیطان وارد میشه و ما هم باید اینجا جلوی اعمال شیطانی رو بگیریم. و در این عیدی که در حقیقت برای شما البته عیدی، من اینطور که گفتم در این عید متاسفانه ما خیلی عزیزان از دست دادیم و متاسفانه جایشون همیشه خالی خواهد موند، ولی اعمالشون، کردارشون و تمامی کارهایی که برای انقلاب اسلامی چه کاری کردن حاج آقا، اینا که فقط اکسیژن هوا رو گرفتن و دیوکسید پس دادن، چه کار مفیدی کردن این آخوندهایی که مردن از عید نوروز تا حالا؟ ببینید کارهایی که کردن، شما فکرشو بکنید که چقدر ما تلاش کردیم که مردم مؤمن ایجاد بکنیم. شما نگاه کنید همین الان تمام مردم ایران، حتی توی خونه هاشون هم، حتی شما تو صدا و سیما هم نگاه کنید، روسری رو از سرشون در نمیارن، یعنی توی منزل هم حجابشون رو حفظ میکنن. این نشون دهنده این هستش که انقلاب ما در قلب های مردم نفوذ کرده و پیروز هست. شما نگاه کنید هر کسی هم که یه کارهای دیگه بخواد بکنه، خب دیگه بالاخره چوب خداوند هست بالا سرشون و ما اجرا میکنیم، همونطور که ولیعهد مسلمین جهان دستور دادن و ما هم اجرا میکنیم. و این نکته ای که ما باید در این مقطع در مورد ایران و جامعه‌ای که ما در حقیقت داریم بگیم، و نکته‌ای که هستش این که در این دنیایی که ما درونش هستیم، در این دنیایی که ببخشید من خط تلفنم
بله از بیت رهبری با من تماس میگیرن. باید من ببخشید دوستان عزیزم، بله آقا خامنه ای انگار بله بیت رهبری هستن، ببخشید من پاسخ بدم. الو سلام علیکم، بفرمایید. خیلی کوسر حاج قلی جمکرانی هستم، بفرمایید. آقا میخوام صحبت کنم. بله در خدمت هستم. سلام علیکم آقای خامنه‌ای. سلام علیکم. چرا صداتون گرفته؟ چرا؟ چه اتفاقی افتاده؟ باز چی شده؟ آیت الله سید مهدی موسوی بجنوردی؟ خوش آقا همین الان مردم، دوز فایزر زده بودم، دو دوز زده بودم، آیت الله بجنوردی. چقدر ما در شمال با ایشون خاطره داشتیم، چقدر. حالا امروز مردن یا کی مردن؟ دو روز پیش مردن، ولی شما خواستین امروز اعلام کنید که با ضربت موبایل. بله امام علی. بله کوثری حلوا رو حاضر کن که باید برید امشب، باید برید دوباره شروع بریم ببینیم دوستان کدوم آخون مرده، ببینیم که کدوم آخون بوده، با هم دیگه ببینیم. بله آخوند جدیدی به سقطی ها پیوست. دوستان عزیز خاطرات شمال محال یادم بره، اون همه شور و حال محال یادم بره، جاده های شمال محال یادم بره، اون همه شور و حال محال یادم بره. راحتید نمیتونید برنامه رو ادامه بدید، به شما بدرود میگیم. با شما همینطور، همه ملت ایران نمیشن عزادار خواهند شد. بله حاجی رفتش دوستان، دیدید یه دونه دیگه سقطی پیوست به سقطی های جدید. بله کی بود اسمش، زنگ زده بودن اعلام کرده بودن موسویه نمیدونم چی بود. بله خب اینم واکنش مردم هست دیگه. حاجی بیا نگاه کن چه ده تو چت دارن میرقصند و میخندند و خوشحالند و نمیتونم به برنامه دونیت میکنن از خوشحالی. بلینای عزیز و ملینای عزیز چقدرم اسماتون به هم دیگه میاد، شما دوستان از خوشحالی به برنامه پشتیبانی میکنند و رقص میزنند و خنده میزنند و شما چرا اینقدر منفور هستید؟ خلاصه حاجی هم یادمون رفت از حاجی بپرسیم که خودت چه واکسنی زدی؟ این یادم رفت بپرسم که چرا خود شما چه واکسنی زدی؟ به هر حال حاجی رو هم امکان داره ما از دست، البته حاجی خیلی زرنگ هست، حاجی قشنگ برنامه های ما رو چک میکنه، خودش نزده الکی گذاشت بقیه آخوندا بزنن و خودش واکسن نزده. خلاصه اینم از حاج قلی جمکرانی و داستانهای امشب. امشب هم در این شب عزیز، در این شبهای معنوی و ربانی، این آخوند رو هم از دست دادیم، یک آخوند دیگر به سقطی ها پیوست. میخوام براتون یه سری مسابقه بذاریم، یه مسابقه گذاشتم کسی نتونست حدس بزنه که سقطی بعدی چه کسیه، ولی این مسابقه رو من میخوام بذارم، هر کسی تونست پیش بینی کنه که کدوم آخوند سقطی بعدیه جایزه تونکوین دریافت خواهد کرد. دوستان دوباره امشب میذارم، هر کسی سقطی بعدی رو که تو کانال نیومده پیش بینی کرد زودتر از همه جایزه تونکوین میگیره. توی کانال تلگرام گذاشتیم و این مسابقه خیلی پرشوریه، چون اون سری هم گذاشتیم ولی خب کسی نتونست حدس بزنه و جایزه رو نبرد. فکر کنم هر 3-4 شب یه بار این مسابقه رو ما میگذاریم. سقطی بعدی رو شما پیش بینی کنید، اینجا این مسابقه است، اینم عکسش، البته باید تو کانال تلگرام برید بنویسید. سقطی بعدی رو هر کس پیش بینی کرد از این مبالغی که دوستان هم برای تون کوین مسابقه فرستادن من برایشون جایزه میدم و
سری قبلی چند نفر؟ 153 نفر به قولی تو این مسابقه شرکت کردن و ببینید چقدر کامنت اومده، ولی خب کسی پیش بینی نکرد سقطی بعدی رو. حالا خلاصه مسابقه سقطی داریم، سقطی بعدی هر کی گفت تو این قبره کدوم یکی از این آخوندا میخوابن برنده مسابقه است. باید برید زیر پست بنویسید دوستان، چون اینجا بنویسید نمیشه جمع آوریش کرد. زیر پست تو تلگرام برید بنویسید، آدرس کانالم ملیک است، هر کسی حد زد همون موقع جایزه رو به صورت تون کوین به حسابش واریز میکنیم. اینم هدیه ما به شما عزیزان. و یک سری مسابقات دیگر هم خواهیم داشت.